ما في منايا. سلام به همه فارسی زبانای دور دنیا، خوش اومدید به یکی دیگه از برنامه‌های پروژکتور. من شهابم. من مهدی. خب فیلم امروز چیه مهدی؟ فیلم امروز فیلمیه که اینقدر چون همه از من خواستن برای این فیلم رو ببینم دیدمش، چون اینقدر همه میگفتن این فیلم رو ریویو کنیم بازبینی کنیم، رفتم دیدم Hunger Games The Mockingjay Part 1. دو پارتش کردن. آره واقعا خیلی یک چیزی که خیلی به فیلم ضربه زد همین. کارگردان این فیلم هست فرانسیس لارنس، من نمیدونم واقعا کیه، مثل اینکه کارگردان آی ام لژند بوده ولی زیاد تعریفی نداره آی ام لژند. بازیگران این فیلم جنیفر لارنس، کریس همسفورد، جولیا مور، فیلیپ سیور هافمن و اون پسر اسمش چی بود؟ هچرفون، حسن فامیلش هچرستونه. آره معروف. مهم نیست. یه چیزی راست میخوام بهتون بگم، من خیلی شما رو دوست دارم ولی من ندیدم این فیلمو. اینقدر بزرگ پخش شد، هیچ فیلمی به اندازه این پرفروش‌ترین فیلم هفته اول شد. 120 میلیون دلار هفته اولش فروخت. هر هفته که میبینم باکس آفیس رو میبینم، هی میبینم اینترستلر زیر اینه. هی من میگم مردم واقعا چقدر احمقن. آخه خیلی هم مثلا 16 تا سیانس داشت تو همین سینمای نزدیک خونمون. خیلی آره. خب فیلم چطور بود؟ تو برام بگو. من میخوام ببینم داستان فیلم. دقیقاً همون جایی که داستان کچینگ فایر تموم میشه شروع میشه. من از راست شوخه هانگر گیمز یک خیلی خوشم نیومد. از کچینگ فایر خوشم اومد چون نسبت به یکش خیلی پیشرفت کرده بود. اما این متاسفانه باید بگم پسرفت کردش. ضعیف. آره داستان دقیقاً ادامه همون کچینگ فایره و حالا اون کسایی که انگار شورش میکنن بر علیه دولت اصلی مرکزی شروع میکنن به اینکه یه سری تبلیغات سیاسی یا پروپاگاندا درست کردن، یعنی شروع میکنن فیلم برداری کردن که اینا واسه اونا فیلم پخش میکنن که مردمای شهرهای دیگر رو چیز کنن، تبلیغ کنن واسه شورش کردن. اما باز چیزه، دولت اصلی هم شروع میکنه ویدیو درست کردن واسه اینا که مردم رو بنشونن سر جاش. بعد کل فیلم دارن اینا واسه اونا ویدیو درست میکنن، اونا دارن باورم نمیشه دو ساعت فیلم همش همینه. آره و من فکر میکنم دلیل اصلی که اتفاق افتاد اومدن کتاب آخر رو دو قسمت کردن، این یعنی الان جیدن راه جدید پول دروردن استدیوها شده. حالا من تو هری پاتر خوشم اومد، فقط هری پاتر آخر به نظر من اونقدر متریال یا مطلب داشتن. آره اونقدر مطلب بودش که دوتا فیلم با مثلا چیز بشه اینا. اما الان هابیتو سه تا پارتش کردن، واقعا میشه گفت پارت اولش قشنگ تو 5 دقیقه میشد خلاصش کرد. من کلاً یعنی ریسپکتم برای پیتر جکسون اومد پایین. آره اما به نظر من دو قسمت هابیت خوب بود، دو قسمت خوب بودش، سه تا خیلی زیاده. یا این فیلم چی بود، توالایت هم اومدن که تا آخر دو تا کردن. بابا توالته که فقط میگم فقط راه اگه با دوست دخترت رو بخوای بشینی بشین. آره فقط راه جدید پول در آوردن استدیوها شده. این کمپانیش هم که لاینز گیت خیلی کمپانی بزرگی نیست دیگه. خب برادر داستانش قوی بود، ضعیف بود، چطوری بود؟ داستانش میگم که خیلی کلیشه بود. نمیدونم اصلا چجوری بود، چون هم اومد داستان شروع شد تموم شد، یعنی قشنگ تا اونجایی که اومد داستان قشنگ یکم جالب شد، جالب شد بم تموم شد. وقتی مهدی میگه داستان شروع شد تموم شد، یعنی ببین چه فیلمیه. آره قشنگ میتونید این فیلم اولو قشنگ بزنید زود رد شه، مثلا تو 5 دقیقه ببینید و حالا پارت دوشو ببینید. بازیگری چطور بود؟ تنها چیزی که این فیلمو نجات داد فهم میتونم بگم بازیگریاش بود. یعنی اگه باز این بازیگرای بزرگ جنیفر لارنس که اسکار برده، جولیان مورس، فیلیپ سیمور هافمن، واقعا خدا رحمتش کنه. آره خدا رحمتش کنه. این موست وانتد منو حتما ببینین، امسال اومد آخرین فیلمیه که نقش اصلیو داره. و دلیلی هم که تو این فیلمه اینه که 2، 3 و 4شو پشت سر هم فیلم برداری کردن، واسه همین هنوز زنده است. و چیز هنوز زنده است. آره هنوز زنده است. این جولیان مور مثلا یه سخنرانی های طولانی داره، 3-4 تا سخنرانی. آره 3-4 تا سخنرانی. سر ظهر هم فیلم رو دیدم تو سینما داشت خوابم میبرد، این سخنرانی های 5-6 دقیقه ای که آره ما بردیم دولت رو، آره ما میتونیم شکست بدیم و همه هورا 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 مثلا فلان داد و بیداد میکردن. میگم فقط یه فیلمیه که بیشتر فکر کنم طرفدارای کتاب فقط خوششون میاد، اونه که کتابو خوندن میدونن داستان داره کجا میره. اما اگه ندونین داستان داره کجا میره مثل من، هیچ خبر نداشته باشین، خیلی هم طرفدار بزرگ هانگر گیمز نباشین،
بعید میدونم از این فیلم خوشتون بیاد. بس پس دلیلی داره که شهاب از فیلمای نوجوانی خوشش نمیاد؟ آره، نقطه مثبت مثلا شورشای مردمش خیلی خوب بود، مثلا آهنگ میخوندن میرفتن شورش میکردن، اما اون تیکا رو کوتاه کرده بودن به جاش فیلم برداری های جنیفر لارنس رو طولانی کرده بودن به جای اینکه اون قسمت های جالب و بزرگ کنن. اما مثلا آره سایز ضعیف‌تر از دوش بود، نه؟ از دوش آره 100% ضعیف‌تر بود. اما من از یکش یکم بیشتر خوشم اومد. یه جای بین یک و دوش واسم وایساد. چون یکش واقعا ریپاف بتل رویال، من یه قسمتای از بتل رویال رو دیدم، دقیقاً فکر کنم کتابارم نویسنده بعد از فیلمه نوشته. شرمنده نرفتم این فیلمو ببینم، وقتم و پولمو نمیخواستم بدم به فیلم تینیجری نوجوانی. این کتابایی که جدید اومدن مثل فیلم هست، مثل فیلم آره توایلایت. اینو خوب شد اشاره کردی. امسال اینقدر این فیلم میخواستم اینو بگم، اینقدر این فیلم های اومده که داستانش یکیه. من امسال چیزو دیدم، دایورجنت، اونم یه کتابیه، داستانش چیه؟ یه دولت داره مردم رو کنترل میکنه، یه سری ها میخوان شورش کنن. دوش داره میاد. آره اینسرجنت. اینسرجنت. حالا چیزه، یه ایده های جالبی داشت دایورجنت، اما چیزایی که مثلثی عشقی و ایناش اصلا فاتحه اون ایده های جالبش رو خونده بود. فاتحه. آره. یه فیلم دیگه هم بزنگم چی بود دیدم که خیلی شبیه همین بوده، شبیه هانگر گیمز و داستان همین دایورجنت. ها The Giver. من اصلا این تریلرش رو دیدم گفتم ای بابا باز داستانش داستان اینه. جف بریجز بازی کرد تو فیلم. آره جف بریجز و اون چیز مریل استریپ. اصلا من چیز فکرم افتاد. 9 بار اسکار برده رفته، ببین پول چی کار میکنه با آدم. آره خیلی میگم این داستانی که یه دولتیه داره همه رو کنترل میکنه. یه فیلم دیگه هم دیدم که اصلا اسمش یادم نیست دیگه، یادم اصلا وسطاش قطع کردم دیدم داستانش همونه. میدونم روی این فیلم ها کار شده، وقت گذاشته شده، نباید اینقدر اینطوری بهش بگم آشغالانه، ولی من شخصا فن این فیلم ها نیستم. فوش هم هر چقدر دوست داشتید بنویسید، من میدونم که الان فوش میخورم، ولی شرمنده و اصلا نمیرم هیچ وقت. آره به نظر من این کتابا برای همین افراد، حالا آخه تارگت آدینس یعنی کسی هم که واسه شون ساخته میشه اینا، افراد بین 12 مثلا تا 16 سال. دختر 12 تا 13. آره من سالون رفته بودم واسه همه سالون دخترای 13 14 ساله یا پسرایی که خیلی عاشق این مثلا این جور چیزا ومپایر وولف و این جور چیزا مثلا آره. کتابا اینا میخونن. خب بالاخره دیگه باید یه نمره بهش بدی که. آره من بهش اگه کچینگ فایر واسم 16 بود، هانگر گیمز 14 بود، به این 15 میدم. خوب بود. فقط میتونم بگم که پارت 2ش میتونه خیلی بهتر باشه. فقط حیف بودش که اومدن یه فیلم الکی ساختن که فقط پول در بیاره. من زیاد تو کتابای فیکشن نیستم. فوش بریش. آره یکم کتابش نوجوانه. ولی قبل اینکه فوش بریزید جلوی این کلاه مگنتو سابسکرایب کنید. هفته دیگه میبینیم.